سلام و خسته نباشید خدمت تحمیل دوستان گلم امیدوارم که هر جگه هستی تا خوب و سلامت و عالی باشه محمد ازم مهاجری کانال نیکل وب برگشتیم با قسمت 35 و, و دوره CSS در واقع سایت به CSS امیدوارم که این قسمت هم بتونه کمکتون کنه این قسمت فکر کنم آخرین قسمتی هستش که ما داریم در مورد مپس بکرانت ها صحبت میکنیم احتمالا دیگه تو این جلسه مپز بکراند ها رو با هم دیگه پروندهش رو ببندیم و تموم کنیم قبل اینکه به سراغ آموزش طبقه روال همیشه همون حتما هم میدونید باید چیکار کنید اگر کانالمون رو ساب ندارید خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید و مشکل کانالمون بشید همچنین میتونید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو هم برام بنویسید خوشحال میشم که بهشون پاسخ بدم بیمت تلیه به سراغ ویدیو <متصفيق> خب خوش اومدید به ادامه ویدیو و این قسمت از دوره ترست به سی اس اس من ابتدا نواستر دیریم هم رو تباره بالا همیشه همون وا میکنم و آماده میشیم که کدامون رو با هم دیگه شروع کنیم این فایل های که از جلسه قبل با بود رو من ببندم بریم توی پوشه CSS ای پی سی و چهارم رو ایجاد کنیم جلسه سی و چهارمی هست که داریم کد میزنیم ولی درست جلسه سی و هستش خب جلسه در واقع سی چهار رو ایجاد کردم حالا بریم فایل ها رو هم با هم دیگه ایجاد کنیم یک سند HTML تبقیه بالا همیشه همون ایجاد می‌کنم. اسمش رو ایندکس میذارم و درون ای پیه سی و چهار رو هم ذخیرش میکنم اسمش رو هم اینجا تغییر بدید که از اون حالت دیفالتش در بیاد خب یک سند CSS هم ایجاد میکنم این رو هم با نام استایل درون همون IP 25 م هم ذخیرش میکنم به تب نیاز هستش که اینها رو به هم دیگه لینک کنم در ابتدا این کار رو انجام میدم تا خیلی خودم رو از بابت اجرا شدن کد ها راحت کنم سی اس اس رو فراخونی خونی میکنم و ریلیشنش رو هم از نوع استایل قرار میدم خب این از عملیات لینک کردن من طبق روال همیشمون دوباره تگ دایو کمک میگیرم این سری نمیخوام در واقع چیزی درنش بنویسم و همین یک تگ دایو استفاده میکنم فقط بهش کلاس میدم که بتونم با استفاده از کلاس بتونم این رو بهش استایلی که دارم رو اعمال کنم کلاس کانتینر رو طبق روال همیشمون بهش میدم حالا اسمش رو میتونید هر چیزی که خودتون دوست دارید بذارید ولی سعی کنید که توی کلا کلاس در واقع کلاسی ها و آیدی ها سعی کنید که از اسم های استفاده کنید که اولا تا حد امکان انگلیسی باشه به چه دلیل بدید؟ به این دلیل میگم که اگر کدتون رو فرد دیگه ای حالا به هر دلیلی خواست نگاه کنه متوجه بشه که حالا اون دایو یا حالا اون عنصری که ساختید مربوط به کدوم بخش از در واقع میشه گفتش که وبسایتتون نه هرچند که این رو متوجه میشه منظورم اینه که دقیقا بفهمه که منظور شما از استفاده از این تگ یا حالا کلاس چی بوده و سعی کنید که, که حالا بیاید از اسم مثلا من الان اینجا کانتینر استفاده کردم به معنای نگه از شما سعی کنید که از اسمی استفاده کنید که برای همه قابل فهم و درک باشه خب زبان انگلیسی هم که میدونید دیگه زبان پایه هستش که خب اکثرا همه باهاش آشنایت دارن من که کانتینر رو فراخونی کردم یک ارز بهش میدم ارز 900 پیکسل فکر کنم عدد مناسبی باشه سیمی رو فراموش کردیم ارتفاع به تب بهش میدم ارتفاع فکر کنم 650 مناسب این ارز باید باشه و یک بکران کالری بهش میدم رنگش رو میخوام مشخص کنم که از بکگراند متمایز باشه رنگ زیاد چش رو هم اذیت نکنه فکر کنم این سبز فوسفوری مناسب باشه یک تصویری بریم با هم دیگه دوباره از سایت والپیپر واید بگیریم که من ترجیح میدم که یک تصویر جدید استفاده کنیم با هم دیگه تصویر منظره فکر کنم مناسب باشه یک پیکسل کمترش رو استفاده میکنم که حجم کمتری هم بتب داشته باشه من 720 دانلود میکنم این عکس رو و وقتش هستش که این رو منتقل کنم در واقع به دسکتاپ و اسمش رو هم IMG قرار میدم که از بابت نامش هم به مشکل بر نخوریم این رو کات میکنم و درون پوشه CSS هم توی ای پیه سی و چهارم هم قرارش میدم خب این از این کار حالا بریم از بکران ایمیج استفاده کنیم و این تصویر رو فراخونی کنیم خب URL رو بهش میدیم و جی رو انتخاب میکنیم خب این از این الان اگر تصویر رو با هم دیگه ببینیم در واقع پروژه رو با هم یه بار ببینیم که به کجا رسیده کتایی که زدیم خب بذارید ببینم به چه دلیل کوتا اجرا نشد فکر کنم توی کلاس ها یک ایرادی باید باشه بذارید چک کنیم با هم دیگه و ببینیم که مشکلی بر نخونیم بعد اینجا یک من اشتباهی کرده بودم و پیکسل رو تایپ نکرده بودم همین یک واحد باعث شده بود که کد من اجرا نشه خب یه همچین حالتی رو الان شما مشاهده میکنید که تصویر من اینجا قرار گرفته الان بکراند کالر من نمایان نیست به چه دلیل بدن که تصویر من بزرگتر از کادر بوده و اومده کل کادر رو اشغال کرده من میخوام یک مقدار تصویر رو کوچیکتر کنم به دلیل اینکه میخوام با صفت بکراند پوزیشن با هم دیگه کار کنیم و بیایم و موقعیت خدا قرارگیری عکس رو تغییر بدیم بذارید این رو من بکراند سایزش رو یک مقدار کوچیکتر کنم و مثلا بذارم 900 دادیم از رو بذارید عدد 400 رو بذارم 400 پیکسل فکر کنم عدد مناسب باشه ارتفاعش رو هم خودش بیاد اتوماتیک ایجاد کنه خب به این حالت قرار گرفت بکران ریپیت رو هم آف کنید که تصویر رو براتون به صورت دائم تکرار نکنه یک همچین حالتی رو ایجاد کردیم با هم الان شما این بکرانده سبز رو هم میبینید میبینید که تصویر من هم قرار گرفته خب بریم سراغ این جلسه این جلسه به نسبت نسبت به جلسه قبل آسان تر هست میخوام در خصوص موقعیت قرارگیری تصاویر با هم بیا صحبت کنیم که دقیقا میتونید شما معین کنید که این تصویرتون در کجای این باکستون میخواید قرار بگیره خب اگر دقت کنید تصویر من به صورت پیشورز از نقطه ایکس و صفر شروع به در واقع میشه گفتش که نمایان شدن کرده اگر این رو محور ایکس ها و این رو محور وای ها در نظر بگیریم نقطه صفر و صفر دقیقا این نقطه میشه محور وای ها به این سمت حرکت میکنه و محور ایکس ها هم به این سمت بذارید من یک تصویری آماده کردم که این رو با هم دیگه ببینیم از وبسایت CSS Tricks این رو گرفتم اگر به این تصویر دقت کنید میبینید که محور ایکس ها و محور وای ها رو که اینجا مشخص کرده یک نقطه صفر و صفر داره که نقطه تلاقی بهش گفته میشه نقطه ای که هم محور X ها و هم محور وای ها اومدن تو اون نقطه در واقع با هم دیگه ارتباط برقرار کردن نقطه صفر و هم اینجاست که محل شروع در واقع میشه گفتش که تصویر من هستش اگر دقت کنید میبینید که تصویر من هم از این نقطه شروع به ایجاد شدن کرده این X و ها رو به خاطر بسپارید ما چهار تا جهت هم داریم جهت بالا پایین راست و چپ شما میتونید با استفاده از صفت بذارید اول جهت ها رو بهتون بگم و سپس بریم سراغ ایکس و وای ها ببینید شما میتونید با استفاده از صفت بکراند پوزیشن وقتی اینجا بکراند پوزیشن رو استفاده کنید میتونید بیاید با استفاده از جهت ها تعیین کنید که تصویرتون تو کدوم نقطه قرار بگیر بذارید یکی از این رو امتحان کنید من میخوام بگم تصویر من بالا قرار بگیره ببینیم آیا واقعا این کار برای من انجام میشه تصویر من اومد بالا قرار گرفت ولی موقعیتش عوض شد به چه دلیل وقتی که شما بیاید از یک جهت استفاده کنید مثلا بگید بالا میبینید من الان گفتم جهتش بالا باشه وقتی که براش دیگه تعیین نکنید که مثلا چه عرض و چه ارتفاعی داشته باشه به صورت اتوماتیک میاد تصویر شما رو در بالای کات قرار میده اما ببینید چپ و راستی رو خودش میاد میزوم میکنه و به صورت اتوماتیک تصویر رو توی وسط صفحه قرار میده از جهت چپ و راستی رو دارم عرض میکنم به همین ترتیب اگر شما بیاید بکراند پوزیشن رو با قرار بدید دقیقا میفته پایین وسط میبینید حالا چه کاری میخوایم با هم دیگه انجام بدیم که در واقع بیاد و من نمیخوام مثلا اینجا قرار بگیره نمیخوام بهش مثلا ارزو و ارتفاع معینی هم بدم که مثلا بیام بگم بکراند پوزیشنت مثلا ایکس و وایت انقدر باشه بعد چیکار کنم میخوام بگم که آقا الان سمت پایین سمت چپ قرار بگیر این رو باید چجوری بیام معین کنم خیلی راحت شما اول میایید صفت چپ و راستی رو تعیین میکنید و بعد صفت بالا پایین این رو حتما توجه کنید اگر بخواید دو تا مقدار استفاده کنید یعنی بگید برای مثال چپ پایین یا مثلا پایین چپ حتما حتما باید بیاید اول به صورت استانداردش این هستش به صورت استاندارد بیاید اول چپ و راستی رو تعیین کنی و صفحه است بالا و پایین رو الان من گفتم که سمت چپ پایین میخوام تصویرم قرار بگیره بریم اجرا کنیم ببینیم آیا تصویر من تو نقطه قرار میگیره خب میبینید که الان تصویر من سمت چپ پایین قرار گرفت یا مثلا میتونم خیلی راحت بیام بگم که مثلا بیا سمت مثلا راست بالا قرار بگیر بعد چیکار کنم ابتدا می نویسم رایت right و این رو میام تاپ قرار میدم میبینی که سمت راست بالا برای من قرار گرفت یا میتونم بیام بگم که برای مثال سنتر قرار بگیر یعنی وسط قرار بگیر وسط بالا بریم ببینیم آیا این رو برای من اجرا میشه یا نه بعد میبینید که تصویر وسط قرار گرفت و بالا هم قرار گرفت اگر از مقدار سنتر به صورت خالی استفاده کنید به صورت اتوماتیک خودش تصویر رو در وسط صفحه قرار میده. من حالا هند بریک رو هم وا کردم اشتباه هم بذاریدی هند بریک رو هم ببندیم خب رفرش میکنم میبینید که وقتی از سنتر استفاده کردم تصویر من دقیقا اومده روی وسط اون کادری که براش تعیین کردم قرار گرفته پس به این صورت شما میتونید با استفاده از جد دیایی که حالا معمول هست مثلا بگید بالا پایین یا مثلا چپ راست اینها بیاد این رو انجام بدید یا مثلا یه نمونه دیگه بذارید با هم دیگه کار کنیم مثلا میگم که لفت مثلا باتم خب لفت رو گفتیم بذارید حالا رایت right باتم رو بگیم ببینیم آیا سمت راست پایین قرار میگیره یا نه با bottom رو استفاده میکنم و میبینید که سمت راست پایین قرار گرفت به صورت تک مقداری هم که گفتیم دیگه چه جوری میشه مثلا اگر بزنید right سمت راست قرار میگیره ولی از نظر بالا پایینی خودش میاد اتوماتیک تنظیم میکنه الان تصویر من بعد تو این نقطه قرار بگیره رفرش رو انجام میدم میبینید که تصویر من تو این نقطه قرار گرفت حالا شما فرض کنید که نمیخواید اصلا با استفاده از این چپ و راست بیاید تصویرتون رو قرار بدید میخواید دقیقا نقطه براش تعیین کنید برگردیم به این اصطلاحی که با هم دیاماده آماده کردیم شما اگر بخواید بر اساس میشه گفتش که نقطه اینها رو تون رو در واقع جایگاه شما مشخص کنید شما باید بیاید میتونید با استفاده از مقدار حالا واحدهای نسبی یا واحدهای مطلق که خوندیم بیاید یک واحدی رو به background پوزیشن اعمال کنید مثلا من میگم که آقا سی پیکسل از محور ایکس ها برای من فاصله بگیر عدد اول مربوط به محور ایکس هستش و عدد دوم هم میگم که در مح... در راستای محور وای ها 50 پیکسل بیا و فاصله بگیر این رو بریم با هم دیگه تحلیل کنیم قبل اینکه دسترات رو اجرا کنیم دست رو اول که گفتیم سی پیکسل از محور X تا برای من فاصله این محور X هستش دیگه به این سمت حرکت میکنه سی پیکسل رو تقریبا مثلا میتونیم بگیم اینجا اینجا قرار میگیره محور وای ها هم گفتیم چقدر بیا به 50 پیکسل فاصله بگیر تقریبا یه همچین جاهایی میشه حالا من اگه بخوام اینجا ها تقریبا نقطه شروعش تقریبا اینجا میشه بریم رفرش کنیم ببینیم آیا همونجا قرار میگیره خب بله اینجا قرار گرفت من خیلی دیگه مقیاس و بزرگ گفتم ولی دقیقا همینجا قرار گرفت بذارید با اینسپکت المنت کامل این کاملی رو بهتون توضیح بدم من گفتم اینجا در واقع اگر ارزش رو 900 بگیریم خب مسلما 50 پیکسل اینجا نمیشه خب بریم این رو هم دیگه بررسی کنیم ببینید الان عدد اولی که مربوط به محور ایکس هست رو من افزایش میدم میبینید در راستای محور ایکس ها دقیقا داره به این سمت حرکت میکنه اگر صفر باشه که میاد دقیقا میچسبه و هیچ حرکتی رو انجام نمیده و میاد روی دستور رو بعدی که محور وای ها هست از بالا 50 پیکسل فاصله میگیره ببین الان اگر من این رو تغییر بدم میبینید فاصله داره از بالا افزایش پیدا میکنه حالا اگر این رو بیاید و بذارید الان رو آخر سر بگم که پاتی نکنید این رو کامل توضیح بدم اول پس اینجوری شما میتونید با استفاده از دو تا مقدار که مقدار اول مربوط به محور x هست و مقدار دوم مربوط به محور y هست به تصویرتون رو محل قرارگیریش رو مشخص کنید این از نکته اول شما میتونید بیاید بر اساس درصد هم به تصویرتون جایگاهش رو با استفاده درصد مشخص کنید یعنی چی یعنی که بیام بگم که آقا با توجه به باکس من که این هستش میخوام تصویرم از محور x ها درصد فاصله بگیره از نقطه که شروع میکنه 50 درصد بیا جلو یا فاصله بگیره یک بررسی با هم دیگه بکنیم اگر این 100 درصد باشه خب پنجاه درصد دقیقا وسط میشه این رو هم میخوام بگم که همین 50 پیکسل هم بیا به سمت پایین بریم با هم دیگه اجرا کنیم ببینیم این وسط قرار میگیره دستور من خب این رو سیو نکردیم فکر کنم سیو میکنم و ببینید که تصویر من وسط قرار گرفت و 50 پیکسل هم از بالا فاصله گرفت این رو میتونید بر اساس درصد هم بدید برای محور وای ها هم مثلا بگید آقا 50 درصد هم شما بیا برای من از بالا فاصله بگیر که تصویر دقیقا میفته وسط کادر پس با استفاده در سطح هم شما میتونید کار رو انجام بدید حالا اگر بیاید و از یک مقدار استفاده کنید چه اتفاقی میفته مثلا من میگم با 50 درصد پوزیشن رو با پن... یک واحد میسنجم بریم ببینیم چه اتفاقی میفته همون چور که میبینید تصویر وسط صفحه قرار گرفت اما با 50 پیکسل در 50 درصد شاید متوجه نشید که روی کدوم بخش داره مانور میده بذارید این عدد رو تغییر بدم بکنم 60 میبینید روی محور ایکس ها داره حرکت میکنه اگر با یک واحد شما بیاد این رو مقدار دی بکنید میبینید الان هفتاد بذارم هفتاد درصد به سمت محور x ها در حال حرکت است اما محور وای ها به صورت اتوماتیک روی وسط تنظیم شده یعنی بالا پایینش دقیقا نقطه وسط رو گرفته به که مقدار دیگه نکردیم دقیقا مشابه همون حالت تک مقداری لفت و رایت right یا تاپ و باتن که میومد و اگر مثلا وسط مثلا شما میدادید سمت راست خودش بالا پایینی رو اتوماتیک تنظیم میکرد یا اگر میگفتید که بالا قرار بگیر سمت راست و چپی رو اتوماتیک تنظیم میکرد این هم دقیقا همین هست اگر تک مقدار رو بدید روی محور ایکس ها تغییرات رو اعمال میکنه اما یک حالت دیگه هم داریم که حالت آخر هستش یادتون بود بهتون گفتم مثلا لفت مثلا از سمت مثلا چپ مثلا بالا اگر این رو یادتون باشه که با هم دیگه گفتیم ببین خب الان معلومه دیگه با تم گفتم اینجا بس خواهیم کنم سمت پایین سمت چپ پایین قرار گرفت اما مثلا شما این رو قرار دادید ولی میخواید فاصله بگیره تصویرتون نمیخواید کامل بچسبه به سمت چپ و پایین و چیکار کنید خیلی راحت میاد بعد از اینکه لف رو نوشتید یک واحد م... وارد میکنه مثلا من میگم 50 پیکسل چه اتفاقی میفته این عددی که اینجا نوشتم میاد مقدار فاصله ای که از سمت چپ عنصر من میگیره که همون تصویرم هست رو مشخص میکنه رفرش بکنم 50 پیکسل میاد از سمت چپ فاصله میگیره اگر بخوام برای باتم همین کار رو انجام بدم بعد از اینکه باتم رو نوشتم یک فاصله میدم و میگم که پایین مثلا 50 درصد بیا فاصله بگیر چه اتفاقی میفته بریم نتیجه رو با هم دیگه ببینیم افتاد وسط چون بهش گفتم 50 درصد دیگه یا میتونم بیام واحدش رو بر اساس پیکسل بدم چه اتفاقی میفته چهل تا در پنجاه تا از سمت چپ فاصله گرفت پنجاه تا هم از سمت پایین پس این رو حتما توجه داشته باشید که میتونید با استفاده از این روش هم بیاید مقدار این هم از آموزش این جلسه امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و یاد گرفته باشید فراموش نکنید که کانال تلگرام و پیج اینستامون رو هم دنبال کنید آدیاش رو این پایین براتون قرار دادم و که اینجا سه مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا دیداری دیگر خدا یار و نگهدارتون